سلام دوستان، امروز اومدیم دیدن یکی از دوستان ادونچرمون که با ون سفر میکنه. حسین دوست عزیز ما که قبلا با موتور سفر میکرده الان با ون سفر میکنه، موتور رو داره. خب میخوام که خودش بیشتر توضیح بده در مورد ونش، چطور شد به سفر با ون علاقه پیدا کرد، چطوری تجهیزش کرده از همه مهمتر و چقدر هزینه کرده. بریم با حسین آشنا بشیم. سلام و درود خدمت همه دوستانم. حسین هستم از شیراز. یه ون تجهیز شده دارم که برای مسافرت تجهیزش کردم بر اساس نیاز خودم. قبلا با موتورسیکلت سفر می‌کردم مدت‌ها و برای مدتی هم به خاطر شرایط وضعیت کرونا و هم به خاطر اینکه یه تجربه جدیدی داشته باشم تو ادونچر و ماجراجویی، این ون رو برای خودم گرفتم و با کمترین هزینه و حد اکثر نیازهایی که دارم رو تو این ون سعی کردم که برطرف بکنم. حسین ون تو معرفی کن، چه مدلی هست؟ تویوتا هایس هست، مدل 1983. عرض به خدمت شما که این ون با توجه به این که با توجه به اندازه اتاق و وزنش و ابعادش چرا من در نظر گرفتم، اینم براتون توضیح بدم. چون در وهله اول پارکینگ برام مهم بود و به خاطر همین من این سایز استیشن یا خودرو ون رو انتخاب کردم، هم به خاطر تردد توی شهر، هم به خاطر فضاهایی که سقف کوتاه داشت و پارکینگ خونه خودمون که سقف کوتاهی داشت بتونم به راحتی اینو پارک بکنم. حمل و نقل توی جاده هم راحت تره وقتی که جمع جورتره، کوچولوتره، میخوای خیابون رو بپیچی، میخوای دوری میدون دور بگیری. دقیقا. خیلی وقتی ونها بزرگ و گندن واقعا خیلی سخته. من به نظرم کسایی که رویشون خورده ادونچریه و دوست دارن ونشون همه جا بره، همه مسیرها رو بره، یه خورده ونهای کوچولوتر و جمع جورتر رو انتخاب میکنن و از اون بی خیال اون ونهای بزرگ و گنده میشن. بریم داخل ونو ببینیم. بفرمایید. خیلی خوشگله و خیلی قشنگ و جاداره واقعا. این یکی از حسناشه. بالاخره ما مناسب ترین وضعیت رو پیدا کردیم. میخواییم شروع کنیم گپ بزنیم در مورد اینکه چی شد که این اینقدر خوشگل ساخته شد. بگو برامون حسین. عرض به خدمت شما که ببینیم، من این ون هایس رو انتخاب کردم همونجور که گفتم به خاطر ابعادش برای من مناسب بود. با توجه به اینکه سالها مثل خودتون من با موتورسیکلت سفر میکردم، دوست داشتم یه وسیله داشته باشم که در این حال به هم رفاه رو به هم میده، آشپزی، عرض به خدمت شما شستشوی ظرفا، حمام و در این حال یک جای خواب خیلی مناسب رو به هم میده، در این حال جمع جور باشه و بتونم تقریبا همون جایی که با موتورسیکلت میرفتم رو بتونم با ماشینم برم. من مثل شما چند سال همینجوری خودتون میدونید با موتورسیکلت سفر میکردم، هیجان موتورسیکلت رو خیلی دوست داشتم و با توجه به اینکه مدتی هم توی شرکت ساخت کاروانهای مسافرتی کار میکردم، تصمیم گرفتم که لایف استایلم رو تغییر بدم و بیام رو تو ون لایف هم ببینم تجربیاتی به دست بیارم، ببینم چجوریه. و در این حال دوست داشتم اون ماجراجویی و هیجان موتور رو هم تا حد زیادی با خودم توی ون بیارم. به خاطر همین بعد از تحقیقاتی که کردم به نظرم رسید که ون تویوتا هایس بهترین گزینه هست در ایران. درست. این ماشین رو انتخاب کردم، خریداری کردم و با توجه به تجربیاتی که داشتم شروع کردم خودم تجهیز کردنش با کمک یکی از دوستانم که خیلی لطف کردن به من و برش های لازم رو برای من انجام میدادن، قطعات رو راهنمایی میکردن که چجوری وصل کنم و اینها. این ون رو تجهیز کردم.
مثلا یه نکته، یه چیز خیلی، یه مسئله خیلی جالبی که اون روزا صحبتشو می‌کردیم، وقتی که با موتور هستی، واقعا این یه نقطه ضعف موتوره. تو میری توی یه ارتفاعی، کلی میری یه جای خوشگل، بعد حالا جنگل، ابر، یهو بارون هم میگیره، هیچی دیگه در به در میشی و باید برگردی پایین، یا خودتو قبل از بارندگی خودت قبل از غروب برگردونی پایین. اما ون به تو این فرصت رو میده که تو اونجا بتونی بمونی. حتی همیشه نقطه ضعف ما توی سفر با موتور حمل آب و اینطور داستان هست دیگه، بیشتر آب برای ما که خیلی چیزای دیگه برای ما مهم نیست، مثلا آب نمیتونیم زیاد ببریم، ولی با یه ون، با این اندازه و این سایز، خیلی راحت میتونی خودتو به موقعیت خوب برسونی. البته ضعف ون های دیگه هست که ارتفاعشون پایینه و نمیتونن هر مسیری رو هم برن، ولی این ون خیلی جماجور خوبه، تو میتونی خودتو برسونی ارتفاع، بعد اونجا قشنگ بمونی یه هفته 10 روز. واقعا یه برنامه سفر با من، یه برنامه کند و آهسته و ولی طولانی مدت، طولانی مدت باشه. دقیقا همین چیزی که گفتی، دقیقا تجربه خودتون این هست که میدونی مثلا اگر به فصل، توی فصل سرد یا توی برف بخوای توی نقطه سردسیز مسافرت کنی با موتورسیکلت، فوق العاده سخت میشه و خطرناک. بله، به خاطر جاده و سرما و چیزهای دیگه، و کمپش هم خب بسیار سخت میشه. ولی ون به شما این موقعیت رو میده که تو فصل سرد هم به موقعیت های و لوکیشن های سردسیر هم سفر کنی و سرمای اون منطقه رو هم ببینی، یا تو موقعیت های تو مناطق گرمسیر، تو من به مناطق گرمسیر هم سفر کنی و این تجربه هم داشته باشی که تو مناطق گرمسیر فصل گرمشون به چه صورت. درسته، همین. این ونی امکانات رو به شما میده، در کنار این که خب شما میتونی با این سیستمی که مثلا من الان درست کردم برای خودم، 90 لیتر آب دارم، همیشه داغ هست تقریبا، به خاطر اینکه با سیستم گرم آب موتور ماشین گرم میشه و نیازی من به آب گرم کن ندارم. خب بریم ببینیمش اون قسمتی. بله، بله. توضیح میدی رو. آره، موافقی؟ آره، میتونیم ببینیم. خب من یک خب یه مخزن 90 لیتری من اینجا گفتی دارم. آب گرم داری؟ بله، آب داغ دارم. آفرین. این به وسیله آب که در دور موتور ماشین حرکت میکنه، من اومدم یک سیستمی تعبیه کردم که در این سادگی بسیار کارآمده و مخزن رو زمانی که من موتور رو روشن میکنم، ماشین رو روشن میکنم، نیم ساعت بعدش تا 80 درجه من 90 لیتر آب گرم دارم. آفرین، آفرین. و تقریبا 24 ساعت آب گرم و 48 ساعت هم به من این فرصت رو میده که باز آب گرم برای استحمام و دوش داشته باشم. خب غیر از آب گرمه چطور؟ دو تا 10 لیتری دیگه آب برای نوشیدن دارم، یا برای حالا میکس کردن زمانی که آب داغ باشه. درسته. استفاده میکنم و همچنین یکی از 10 لیتری ها شیر داره، شیر کلمنی داره، که میتونم اگر جایی کم کردم یا از ماشین دور شدم، همیشه 10 لیتر آب برای شستشو یا خوردن همراه هم باشه. باشه، اوکی. خب بعد چطور به سینک ارتباط پیدا میکنم؟ بله، یه پمپ در داخل مخزنی داره و یه پمپ جدا داره. هم از فشار خود، همه اینا توی همینه باکسی. بله، که این قسمت چه عبادی داره؟ تقریبا 155 در 50 هم ارزشه. این سینک که برای شستشو در مواقع ضروری معمولا استفاده میکنم، در مواقع دیگه یک سیستم دیگه دارم که به وسیله خود و مخزن آب و فشار خود مخزن آب کار میکنه. یه لوله هست که از کفش میاد خارج و با بیرون. اون بکمه اون میزی که تاشو هست، من مثلا درسته. هم استحمام هم شستشوی ظروف رو بیرون انجام میدم. نیست ما همه امکاناتی رو که تو خونه داریم همراهمون داشته باشیم. آفرین. چون به شدت ما رو محدود میکنه. این تخته زمانی که باز میشه هم میتونه به عنوان تخته کار و آشپزخونه استفاده بشه، هم زمانی که نیازش نداریم روی سینک رو میپوشونه و اون شیر آب هم به وسیله پمپ درجا کار میکنه. کنارش یه مخزن من مایه شوینده دارم که همیشه ثابته، البته وقتایی که بخوام میتونم درش بیارم و جای دیگه استفاده بکنم. اینجا یه گاز دو شعله دارم، اونجا گاز دو شعله دارم که مخصوص کمپر هست. بله، مخصوص کمپر هست، رومیزیه و طوری تعبیه شده که به راحتی بدون هیچ تغییری از اینجا بلند میشه و میاد روی میز بیرون برای آشپزی بیرون استفاده بشه. خیلی عالی. فضای خوابی که به من میده این ون، همون جایی که ما نشستیم، تقریبا 155 در 198 سانتی متر است. آفرین. سه نفر کنار هم و دو نفر خیلی راحت میتونن اینجا استراحت بکنن.
در مورد این باکس هایی که این پایینم یه توضیح بده. بله، باکس ها 4 تا باکس من گرفتم که به عنوان صندلی و یا نیمکت استفاده میشه در موقعی که نشستیم مثلا در روز و حالت میز داریم استفاده میکنیم، و حدوداً 500 تا 600 لیتر به من فضا میدن این باکس ها، و کلیه وسایل و نیازهای من داخل این باکس ها هست. در این حال مازاد بر اون یک باکسش هم وسایل ماهیگیری و قواسی هست. آفرین حسینه، میخوای یه دور ببندیمش که اون جمع شدنش هم نشون بدیم؟ آره. این میز وسط هست که من توی تعبیهش کردم که در این حال که این وسط این فضا رو به من میده برای نشستن دور میز، غذا خوردن، کار کردن، در این حال بتونم بیرونم استفادهش بکنم، در نتیجه این میاد بیرون، بیرونم میتونم ازش استفاده کنم. کارهای دیگه که داره، فضای بین این باکس ها رو پر میکنه در زمانی که شما میخواید شب استراحت بکنید یا هر زمان، و تبدیلش میکنه به یک تخت بسیار بزرگ. چطوری ممکنه؟ بله، این به این صورت پیش در میاد، یه پایه تاشو داره. خب در از چند دقیقه میشه تبدیل میشه به یه تخت خواب. آره. آره، به این راحتی این تبدیل به تخت میشه. اینا هم پشتیامون هم میذاریم. آره. تکه گاه ها رو هم میتونی بذاری اینجا. اینجا یه تیکه بهش اضافه میشه که تخت وسطمون کامل بشه. بله. خوب به این صورت به راحتی تبدیل میشه به تخت. حسابی فیکس میشه. بله، این دوشک بزرگ بهمون میده. 4 سانت عایق سرما و گرما است که این خودش تو مواقع سرما مخصوصا میتونه کمک بکنه به این که گرمای بدن از دست نده. خیلی باحاله. بدنه هم با 4 سانت عایق پلی‌اتیلن بدنه عایق شده منهای سقف. کف هم با عایق 1 سانتی کف انداختم برای اینکه کف هم عایق باشه. چیز بند بنا به نیاز مصرف کنندش باید باشه. همیشه. و نیاز مصرف کننده ما هم متفاوت. آفره، درسته. بنا به نیاز من، همونجور که میدونیم بسیار سبک سفر میکردم و ادونچری سفر میکردم، بنا به نیاز خودم من این بند رو تجهیز کردم. برام استحمام مهم بود که الان خب همیشه من چادر صحرایی دارم، حمام صحرایی دارم، همیشه آب گرم دارم، میتونم استفاده کنم، استحمام کنم هر جا که بخوام، پخت و پز و شستشو ظرف هام، و جای خوابم برام خیلی مهم بود که راحت باشه، فضای مناسبی به من بده، و در کنارش ورزش های دیگه ای که علاقه داشتم انجام میدادم بتونم هر تمام بله مثل قواسی یا ماهیگیری بتونم انجام بدم. ولی خب با موتورسیکلت این امکان پذیر نبود چون نمیتونستم تجهیزاتم. یه نکته جالبی که من واقعا به سلیقه خودم، چون مثلا سبک سفر کردن رو دوست دارم، کم وسیله دوست دارم، واقعا ارتباط خوبی با بنای خیلی تجهیز شده نمیگیرم. حالا جدا از بخش هزینه و قدرت انتخاب اینا رو بذاریم کنار، به عنوان یه صحبت آزاد، این که من واقعا دوست دارم که توی سفر خیلی سبک و کم وسیله باشم. مثلا ترجیح میدم آره اگر توی طبیعتم، خب بیرون وسیله ظرفمو بشورم، مثلا کنار یه رودخونه هستم، یا حالا قسمت ضرورت پیش بیاد از آب داخل سویقم، یا حمامم بیرون دوش بگیرم، خیلی چیزهای دیگه. اونم به گفته تو بر حسب خود نیاز اون شخص که داره تجهیز میکنه میتونه شکل مختلفی بهش بده، ولی این خیلی سبک و خوب تجهیز شده و اینو خودت انجامش دادی؟ بله، خودم و به کمک یکی از دوستان عزیزم آیه احمد وفاوند این کارو انجام دادیم. ایشون قبلا نجار بودن و الان تو کار MDF کار میکنن و لطف کردن به من و از این کار استقبال کردن، رو کارگاهشون در اختیار من گذاشتن و برش ها رو همه رو اونجا انجام دادیم و نصب رو البته. آفره. از متریال ایرانی من استفاده کردم، هزینه هاش بسیار کمتره، تختای چند لایه ایرانی، ولی متاسفانه کیفیت خیلی بالایی ندارن و انحنا دارن که این تو ساخت خیلی اذیت میکنه، ولی خب به شدت هزینهاتون رو میاره پایین. درسته، برای منم مناسب بود. حالا درسته یک مقدار وقتمو بیشتر گرفت، ولی برای من کارایش مناسب بود که این کارایی به من داد. خب اینجا قسمت آشپزخونه
حسینه برای خودش اینجا چایای گیاهیشو گذاشته، دمنوشاشو، این بالا هم ادویه هاش هستن، خیلی باحال، جمع و جور و کوچیک. واقعا اینکه توی یه فضای کوچولویی نیازهایی که خودش لازم داره درست کرده خیلی باحال و عالیه. اینم که گاز بود دیدید. آها اینجا جای یخچاله، خیلی هم مناسبه و در نظر گرفته جاشو، اما فعلا چون هوا سرده نیازی به یخچال ندیده. بعدا در آینده قرار اینجا یخچال بذاره، فعلا یک کمد گذاشته، قفلم داره به خاطر اینکه در حال حرکت این کشوها پرت میشن بیرون، قفل بشن. باز که باز کنیم چیا توشه؟ اجازه است؟ این تو هم وسط آشپزخونه است، قاشق و چنگال و قند و دیگه شکلات و بعد دوباره استکان و دستمالای خوشکن و دیگه براتون بگم. این هم یه خورده فکر کنم وسایل فنی و قهوه و از اینطور چیز. عالی، واقعا خیلی فضای زیادی داره، راحت تا نفر میتونن بخوابن، دو نفر که دیگه اصلا دیگه با در دست و دلواز میتونن بخوابن. یه چیز خیلی خوبی که داره تو چادر، آدم همیشه سرما رو از کف میگیره، یعنی واسه همینه اون دوشکای بادی خیلی موثره. اما اینجا دیگه عایق، هم که از سطح زمین فاصله داری، هم که حسین میگه هم کف عایق کرده، هم خود این دوشکا عایق حساب میشه، هم دیوار عایقه. اونایی که خیلی رویای ون لایف شدن رو دارن یا واسه سفر کوتاه، واقعا یه چیز غیر ممکنه، سختی نیست، میشه با حداقل هزینه و یه امکانات کوچولو سر تاشو به هم آورد و چیز کرد دیگه، انجامش داد. خیلی همه چیز رو یک رویای دست یافتنی عجیب غریب نکنیم. من خودم این مدل ون بیشتر پسندمه. بچه در مورد حمام سوال کردین، حمام صحرایی، این نمونه‌ای هست که تو به براحتی گیرتون میاد، قیمتش بسیار مناسبه. هم برای حمام میشه استفاده کرد، هم توالت صحرایی، بسیار سریع و راحت، چه باحال، باز میشه، یک اتاقه که خیلی فضای خوبی شما میده. همونطور که میبینی کف نداره، برای اینکه براحتی بشه آب از زیرش خارج بشه. درسته، بالاش تور هست و یک بند داره که اونجا دوش نصب میشه. چه بابا، آره، شما یک فضای یک نفره تقریبا به شما میده. به راحتی هم میتونید از توالت پورتابل استفاده بکنید داخلش، هم میتونید برای استحمام. من برای ماشین خودم این رو میذارم اون طرف کنار در ریلی و دوش رو بالا نصب میکنم و استفاده میکنم. شلنگ اون تبدیل میخوره سر این، بعد شما وقتی میخوای دوش بگیری به راحتی این الان ثابته، حالتاش رو هم شما میتونی عوض بکنی، یعنی که چجوری پاشش داشته باشه، میتونی به راحتی حالتاش رو عوض بکنی. یه شلنگ پمپ میخوره به این و این بالا از داخل نصب میشه و شما میتونید استحمام بکنید. آلی، بعد میتونید تموشات باز میکنید و میبرید داخل. آره خیلی بالا، زیپش رو از داخل گذاشته که اون کسی که داخله در واقع قراره زیپ رو باز و بسته کنه. در مورد معایب ونای کوچیک مثل این سایز ون بهتون بگم که بزرگترین عیبشون اینه که سقفش کوتاهه. بله، وقتی داری داخل کار میکنی شما باید خم بشی یا بشینی و کارات انجام بدی، آشپزی یا هر کار دیگه ای، و در کنار اون نمیتونید کابین حمام یا دستشویی بگیرید براش و باید از حمام و دستشویی صحرایی استفاده بکنید. ولی خب محاسن بسیار زیادی داره. چرا؟ یکیش این که هزینه بیمش پایین‌تره، چون این خودرو عمومی یک نیست، و دوم این که سواری 7 نفر تا 9 نفر شما ماشین تقریبا سواری حساب میشه و نیاز به گواهینامه B2 هم شما ندارید و میتونید با همون گواهینامه‌ای که سواری استفاده میکردید این رو هم استفاده کنید در رانندگی بکنید. جمع و جور بودنش مانور بیشتری داره، شما خیلی جاها میتونید با این ماشین پارک کنید تو شهرهای شلوغ، میتونید تردد کنید، به نسبت ونهای بزرگ خیلی راحت تره. خیلی از پارکینگ های مسقف شما نمیتونید با ونهای بزرگ وارد بشید، ولی با این ون میتونید وارد بشید، مخصوصا پارکینگ های شخصی. پارکینگ های شخصی به شما شما نمیتونید یه ون سقف بلند رو ببرید، حتی اگر هم فضا داشته باشه باید از مدیریت اجازه بگیرید
و بعد پارک کنید و ببرید ماشین رو داخل. از همه مهمتر این که شما هزینه که باید برای ون سقف بلند بکنید چندین برابر یک ون با این سایز هست و خب این رو هم باید در نظر بگیریم. بذارید نکته بگم. در ضمن حسین یه کار جالبی هم که با ون انجام میده، توی سفر کارم میکنه. خود توضیح بده، تور میبره؟ آره، من این ماشین رو هم تجهیز کردم و هدفم این بود در کنار اینکه یه ون یه استایل زندگی جدید داشته باشم، در کنارش یک درآمدهایی هم برای خودم در نظر میگیرم، مثل اینکه تورهای سفرگردی یا کسانی که میخوان با ون سفر کنن و تجربه سفر با ون رو داشته باشن میتونن با من تماس بگیرن، پیغام بدن روی اینستاگرام. آره خیلی ها حتما لازم نیست زود واردی عملی بشن، اصلا میتونن درسته. با تجربه کردن با یه نفر هم سفر شدن ببینن اصلا واقعا اون چی که میخوان هست، اون چی که دوست دارن هستش. حالا ما هم یه روزی باهاش میریم مسافرت ببینیم که چطوریه. یه چیزی هم در مورد تجهیز بچه‌ها سوال کردن که بهترین متریال یا چیزی که میشه استفاده کرد برای دکوراسیون داخلی ون یا ماشین‌های مسافرتی چیه؟ اینو عرض کنم خدمتتون که تو دنیا و شرکت‌های معتبر تخت‌های چند لایه استفاده می‌کنن، به چوب‌های چند لایه استفاده می‌کنن به چند دلیل. یکی این که بخارات سمی نداره برخلاف MDF. MDF بخارات سمی داره، وزن بالایی داره و در حرکت اتصالاتش از هم باز میشه و موادی که MDF تشکیل شده ازش اون از هم گسسته میشه و بسیار مستهلک میشه به سرعت. به خاطر همین باید از چوبهای چند لایه استفاده بکنن که خیلی از دوستان نمیدونن متاسفانه، مخصوصا مسئله سلامتش خیلی مهمه که شما باید از تجهیز کردن و استفاده از MDF تا حد امکان در خودروهای و فضاهای کوچیک اجتناب بکنید. از ویدیو امروز امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. دیگه خودتون میدونید که بهتره که ما رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، خوشحال میشیم. نظرتون رو بگید، سوال کنید، همونجا کامنت بذارید، نه توی اینستاگرام سوال کنید، همونجا زیرش کامنت بذارید ما هم جواب میدیم. اینا همه ما کمک میکنه. دمتون گرم، خدا.